اولین بمب در یک رشته بمبگذاری های هماهنگ شده امروز ساعت 5 صبح به وقت محلی در شهر تاجی در شمال بغداد منفجر شد. 6 نفر کشته و 2 نفر زخمی شدند. سپس بمب های جاسازی شده در 4 خودرو در بغداد منفجر شد که موجب کشته شدن 25 نفر و زخمی شدن بیش از 70 نفر شد. چند دقیقه بعد در انفجار بمب‌های جاسازی شده در 2 خودروی دیگر در مرکز شهر هله در جنوب بغداد 21 نفر کشته و 53 نفر مجروح شدند. کربلا نیز صحنه انفجار یک خودرو بود که 2 نفر را کشت و 22 نفر را مجروح کرد. در بلد شهر دیگر شیعه نشین عراق انفجار 2 بمب جاسازی شده در اتومبیل به طور همزمان به مرگ 3 زائر و زخمی شدن 34 نفر انجامید. این سومین حمله در این هفته به زائرانی است که برای برگزاری مراسم سوگواری امام موسی کاظم امام هفتم شیعیان که مدفن او در کاظمین است جمع می شوند. حمله روز چهارشنبه مرگبارترین حمله پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق بوده است و بر نگرانی از برخوردهای فرقه‌ای افزوده است. به رغم اینکه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت بمبگذاری‌های روز چهارشنبه را به عهده نگرفته است، ولی در حمله‌های پیشین به زائران شیعه از جمله زائران ایرانی، گروه‌های تندرو سنی که گفته می‌شود با شبکه القاعده در ارتباط هستند، مسئول شناخته شده بودند. در همین حال در کرکوک نیز انفجار بمب در 3 خودرو که هدف یکی از آنها دفتر مسعود بارزانی رئیس جمهوری اقلیم کردستان عراق بود نیز به کشته شدن 1 نفر و مجروح شدن 24 نفر انجامید. انتظار می رود شمار کشته شدگان در انفجارهای روز چهارشنبه که عمدتاً در مناطق شیعه نشین و یا در مسیر حرکت عزاداران شیعه روی داد افزایش یابد. نازیه پویا، صدای آمریکا.